اقتصاددانانی که نسبت به صنعتی شدن کشورهای خارج از اروپا و شرق آسیا تردید دارند باید نگاهی به بنگلادش بیندازند، کشوری متراکم و پرجمعیت در جنوب آسیا که در تولید ناخالص داخلی سرانه از کشورهای هندوستان و پاکستان پیشی گرفته و فاصله اش با هندوستان از نظر شاخص قدرت خرید بسیار کم شده است. نگاهی به تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور نشان می‌دهد که رشد این کشور از 5% در سال 2018 به حدود 7% در سال 2019 رسیده است. ممکن است این تصور ایجاد شود که تمام کشورها چون این روندی طی کردند، اما مقایسه بنگلادش با دو کشور هند و پاکستان نشان می‌دهد که این گونه نیست. در این نمودار هندوستان از سال 1980 از بنگلادش به لحاظ تولید ناخالص داخلی سرانه پیشی گرفته، اما میزان رشد آن کمتر بوده و این روند به ویژه در سالهای اخیر به شدت محسوس است. این در حالی است که کشور پاکستان کاملا در مسیر رکود بوده و تولید ناخالص داخلی سرانه آن تغییر چندانی از سال 1980 به این سو نداشته و در چرخه فقر گرفتار شده است. حال سوال این است که چگونه بنگلادش پا به این مسیر گذاشت؟ در پاسخ باید گفت بنگلادش همان مسیری را پیموده که بریتانیا دو قرن پیش زمانی که تبدیل به اولین کشور صنعتی شد طی کرد، یعنی تولید و فروش انبوه لباس. بنگلادش اکنون به عنوان هاب صنعت پوشاک جهان معروف است. این کشور در صادرات پوشاک بعد از چین و اروپا در رده سوم جهان ایستاده و از ویتنام پیشی گرفته. 87% صادرات بنگلادش را لباس‌های بافت و انواع دیگر پوشاک تشکیل می‌دهند و نزدیک به 7% آن را هم کفش، پارچه، روسری و لباس‌های تاناکورا تشکیل می‌دهند. مقصد صادرات لباس‌های بنگلادش عمدتاً کشورهای غربی هستند. 14.2% صادرات لباس بنگلادش به آلمان است و 14.5% نیز سر از ایالات متحده در می آورند. 8.3% آن راهی انگلستان می شوند و اسپانیا، فرانسه و لهستان نیز در رده های بعدی قرار دارند. مسیر بنگلادش البته بسیار متفاوت از انقلاب اول صنعتی در بریتانیا بود، اما نتیجه آن یکی است. مورد بنگلادش نشان داد که پیشگویی دو اقتصاددان مشهور درست نبوده. این دو اقتصاددان جوزف استیگلیتس و دنی رودریک هستند که میگفتند به غیر از کشورهای اروپایی و کشورهای شرق آسیا سایر کشورها نمیتوانند بر اساس مدل تولید صنعتی محور ثروتمند شوند و گرفتار رویدادهایی مانند صنعتی زدایی زودرس خواهند شد. اما بنگلادش این هشدارها را نادیده گرفت و با استراتژی سنتی توسعه مسیر موفقیت آمیز خود را طی کرد. البته این بدان معنا نیست که این مسیر همیشه جواب می‌دهد. گزارش بانک توسعه آسیا ADB هشدار می‌دهد که حمایت‌های بیش از حد از صنعت پوشاک در بنگلادش منجر به بیرون راندن سایر صنایعی شده که لازمه یک رشد ادامه دار بودند. به همین دلیل بنگلادش باید به بخش صنعت خود تنوع ببخشد و سایر صنایع سبک مانند اسباب بازی و صنعت مبلمان را وارد میدان کند. همچنین بنگلادش برای اینکه زنجیره ارزش خود را ارتقا دهد باید فرایند ساخت قطعات الکترونیک را آغاز کند. ورود به این صنعت نیازمند این است که این کشور زیرساخت‌های خود را ارتقا داده و مشوق‌ها و حمایت‌های خود را گسترش دهد. در این میان مهمترین تهدید رشد بنگلادش احتمالاً سیاست است. اگرچه بنگلادش اکنون دموکراتیک تر شده، اما هنوز هم درگیر فساد، سرکوب احزاب اپوزیسیون و سایر عواملی است که می‌توانند این کشور را بی‌ثبات کنند. با این حال بانک توسعه آسیا نسبتاً خوشبین است و قبلاً در گزارشی اعلام کرده بود که به نظر می‌رسد برخلاف گذشته رشد اقتصادی بنگلادش ارتباط مستقیمی با سیاست ندارد و می‌تواند راه خود را در پیش بگیرد. تهدید بزرگ دیگر احتمالاً تغییرات آب و هوایی است، چرا که بنگلادش یکی از کشورهایی است که در معرض سیل، طوفان، تغییر الگوهای بارندگی و بالا آمدن سطح آب دریا قرار دارد. باز هم بانک توسعه آسیا عقیده دارد که این کشور میتواند گامهایی بردارد تا آسیب‌های این حوادث طبیعی را به حداقل برساند. ناگفته نماند با تمام موفقیت‌های اخیر بنگلادش هنوز هم یک کشور فقیر است با تولید ناخالص داخلی سرانه 5800 دلار، مشابه کشورهایی مانند غنا یا هندوراس. در واقع چندین دهه طول می‌کشد تا بنگلادش به سطح کشورهای توسعه یافته برسد و مطمئناً در این راه با موانع زیادی روبرو خواهد شد.
نحوه رشد بنگلادش این موضوع را نشان می‌دهد که جهانی شدن هنوز هم نیروی فوق‌العاده قدرتمندی است. دسترسی به بازارهای صادراتی آمریکا و اروپا بسیار مهم است و محدود کردن تجارت و بستن بازارها مانعی برای پیشرفت کشورها به شمار می‌رود.